بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه آرادی های عزیز. امروز می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم که چرا مشتری بعد از یک بار ارتباط دیگه جواب ما رو نمیده. در گام اول میاییم و مشتری هامون رو دسته‌بندی می‌کنیم. مشتری هایی که با ما ارتباط گرفتن ممکنه توی دسته‌بندی های مختلف باشن. یه نمونه افرادی که در این بازار فعال هستن ولی می‌خوان که قیمت در بیارن. ممکنه یک شخصی تازه وارد بازار شده باشه و در حال بررسی و سبک سنگین کردن باشه. یه دسته دیگه از افراد کسایی هستن که میخوان به لحظه خرید داشته باشن و یک نمونه دیگه ممکنه رقیب ما باشن و بخوان قیمت در بیارن و ببینن که رقباشون با چه قیمتهایی دارن کار میکنن و یه حالت دیگه این هستش که ممکنه اون شخص اصلا کارش اقتصادی نباشه و در حال انجام یک کار تحقیقاتی باشه. اینها مدل‌های مختلف افرادی هستند که با شما ارتباط می‌گیرن. جدا از اینکه ما باید مشتری‌هامون رو دسته‌بندی کنیم، باید بیایم این رو بررسی کنیم که نظر مخاطب بعد از ارتباط با شما چی بوده؟ آیا اصلاً من فروشنده رو واقعی می‌بینه؟ آیا من در نظر اون مشتری توانمند به چشم اومدم یا نه روی من اصلاً این شخص دو به شک هستش؟ شاید در نگاه اول شما یه تاجر در ذهن مشتریتون منفی بیایید و شما رو اصلاً کنار بذاره. پس ما دو تا زاویه رو نگاه می‌کنیم. یکی اینکه مشتری تو چه دسته‌بندی قرار می‌گیره و دوم اینکه دیدگاه مشتری، نظر مشتری نسبت به ما چی هستش. خب ما در مورد پارامترهای اعتمادسازی قبلا صحبت‌های زیادی داشتیم. موضوع صحبت ما الان توی این فایل اینه که بفهمیم مشتری بعد از دفعه اول چرا پاسخ ما رو نمیده و ما پاسخی از مشتری دریافت نمی‌کنیم. اگر مشتری‌ها ما رو در برخورد اول حالت دو به شک یا آماتور ببینن، خب این خیلی طبیعیه که نخوان با ما ارتباط بگیرن و حتی اگر شما پیگیری هم داشته باشید پاسخ شما رو نمیدن. پس یه بخش عمده ای از این جواب ندادن ها برمیگرده به خود شما. به عنوان مثال ما الان در میتینگ های تخصصی استاد تالیا شاهد این هستیم که شما یه تاجر میایید بالا و استاد از شما یه چیزی رو میخوان و پاسخ رو تک به تک واژه هاش رو بهتون میگن، ولی شما یه تاجر یه چیز دیگه ای ارائه میدید، یعنی برداشت خودتون رو، حرف خودتون رو میزنید. پس نیازه که در وهله اول تاجرهای ما قوی بشن. متوجه شدیم که بخش عمده‌ای برمیگرده به خود شما که طرف بعد از ارتباط اول شما رو چطور ببینه اصلا. توصیه میکنیم حتما فایل هایی که در مدرسه تجارت در مورد بحث اعتماد سازی و رفتار شرکتی ارائه شده رو مجدد ببینید و حتی در میتینگ هایی که با این موضوعات برگزار میشه شرکت کنید. اینا میتونه کمک زیادی به شما بکنه که شما بتونید ایراداتتون رو در واقع شناسایی کنید و اونها رو رفعشون کنید. اما چند نکته رو که خوبه همینجا بهش اشاره کنیم. به عنوان مثال شما عکس پروفایلتون در شبکه‌های اجتماعی باید حرفه‌ای باشه و سعی کنید یه بیوگرافی کاملا مرتبط در مورد حوزه کاری خودتون داشته باشید، یا در واقع یه آیدی یکسان در همه شبکه‌های اجتماعی خودتون که دارید درونش کار میکنید داشته باشید. شماره تماس شما 912 باشه یا یک شماره دائمی باشه و همیشه پاسخگو و آنلاین باشید. یه مورد دیگه ای که هست، بعضی از افراد توی بیوی شبکه‌های اجتماعیشون میان ساعت پاسخگویی تعیین میکنن و این اصلا درست نیست. از یک سری ربات‌های پاسخگو به هیچ عنوان استفاده نکنید. چرا داریم روی این موارد ما اینقدر تاکید میکنیم؟ چون همونطور که قبلا هم یاد گرفتیم و فهمیدیم، یکی از اصول تجارت دسترس پذیری تاجر هستش. شما اگر در ساعت معمول شبانه روز تأخیر در پاسخگویی داشته باشید، مخاطب شما همون لحظه ممکنه که با یک نفر دیگه ارتباطش رو برقرار کنه و دیگه سمت شما نیاد و این ضرر میشه برای شما. این موارد که گفتیم پیش پا افتاده ترین و در عین حال مهمترین عوامل اعتماد یا عدم اعتماد یک مخاطب نسبت به شماست. حالا از این مرحله رد میشیم و میریم تو مرحله‌ای که ارتباط برقرار شد، که دیگه ارتباط مستقیم با فن بیانمون در ارتباطه، چه در پیام، چه تلفن و چه در حضور، که ما برای هر سه مسیر ارتباطی براتون راهکارهایی رو گذاشتیم. مثال کامنت هایی که شما زیر اخبار می نویسید و کامنت هایی که از دیگران می خونید به شما کمک میکنه نوشتار قوی تری داشته باشید، یا صحبت کردنتون در میتینگ های تجاری به شما کمک میکنه که چه در تلفن و چه در حضور فن بیانتون رو تقویت کنید. اما باید بدونید فن بیان هیچ وقت به 100% نمیرسه و همیشه باید در حال تقویت فن بیانمون باشیم. و برای اینکه متوجه بشیم فن بیان خوبی داریم یا نه، باید بررسی واکنش های مخاطبمون رو متوجه بشیم و نقاط ضعفمون رو ریشه یابی کنیم. اینی که میگیم فن بیان، چون شما تا قبل از اینکه با یه سری مخاطبانتون وارد صحبت بشید فکر میکنید خیلی قوی هستید، اما در حقیقت اینطور نیست. برای اینکه این ضعف ها رو متوجه بشید، هر چند وقت یک بار بیایید مذاکره با خودتون رو تمرین کنید و از خودتون فایل صوتی و ویدیو بگیرید. بعد از مدتی فایل های قدیمتون رو با فایل های امروزتون مورد مقایسه قرار که بدید، خودتون به راحتی متوجه ضعف های گذشته و رشد امروزتون خواهید شد. پس بدیهیه که زمان به شرط تمرین و تلاش به قوی تر شدن شما کمک میکنه.
حالا قوی تر شدیم، شبکه‌های اجتماعیمون حرفه‌ای تر شده، فن بیانمون تقویت شده و متوجه ضعف‌هامون شدیم. ضعف‌هامون توی فن بیانمون، ضعف‌هامون توی مذاکره‌مون، ارتباط گیریمون. بیایم بریم سراغ بررسی مشتری‌ها. یه سری از مشتری‌ها هستن که میخوان زود خرید کنن. این مشتری‌ها یه سری شاخصه‌ها دارن، اینکه توی پیگیری‌ها زود به ما پاسخ میدن، با ما درگیر میشن و ارتباط میگیرن و کار خودشون رو پیش میبرن. اما مشتری بزرگه معمولا نمیاد از شما خرید کنه. مشتری بزرگه کیه؟ منظورمون همون آدم قدیمی است، همونی که تجربه داره، همونی که سالها توی این حوزه فعالیت میکنه. این افراد چون مسیرهایی رو قبلا رفتن، خریدهایی رو قبلا کردن، نمیان از شما خرید کنن و سفارش بزرگ به شما بدن. بریم سراغ موضوعمون، همون مشتریهایی که میخوان سریع از ما خرید کنن. اینها پیگیری هاشون خوبه، خوب پیگیری میکنن چون میخوان زود خرید کنن از ما. بریم سراغ یه سری دیگه از مشتری ها، مشتری هایی که دارن بازار رو میسنجن. معمولا شاید توی پیگیری اول، دوم به شما پاسخ ندن چون دارن راجع به بازار تحقیق میکنن. شاید توی برخورد اول با شما حتی برخورد مناسبی نداشته باشن، پاسخ خوبی به شما ندن، شاید با افراد دیگه درگیر باشن، درگیر صحبت باشن، باشون ارتباط داشته باشن. این افراد رو بذاریم توی لیست پیگیری، پیگیری اول، دوم، سوم، مرتب پیگیریشون کنیم. شاید برخورد اولشون با ما بد بوده باشه یا شاید توی برخورد اول به ما پاسخ نداده باشن چون اینکه به ما اعتماد ندارن، چون اینکه ما رو این کاره نمیدونن، ما رو واقعی نمیبینن. بعد زمان براشون بذاریم، مرتب پیگیریشون کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، بهشون پیام بدیم. این زمانه باعث میشه که هم ما قوی تر بشیم، هم اونا به ما اعتماد کنن و در گذر زمان از ما خرید کنن. بیایید از این فرمول زمان استفاده کنیم. زمان ما رو قوی میکنه، اعتماد مشتری رو به ما جلب میکنه و طی همین قوی تر شدنه دیگه این سوال، این موضوع دغدغه ذهن ما نمیشه. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. وقتتون بخیر.